انتقامگیری دونالد ترامپ از کسانی را که او را استهزا کرده بودند. دومین مقام آمریکایی اخراج شد. به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام، وقتتان بخیر. با یکی از ویدیوهای دیگر از کانال سمارت پلاس خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حال انتقامگیری از تمام کسانی است که علیه او در روند استهزاش در کنگره شهادت دادند. با گزارش سپوتنیک، رئیس جمهور آمریکا ساعت بعد از اخراج یک مقام ارشد شورای امنیت ملی این کشور، سفیر ایالات متحده در اتحادیه اروپا را نیز به بهانه مشابه ادای شهادت علیه وی در جریان بررسی پرونده استهزا در مجلس نمایندگان اخراج کرد. به دستور ترامپ، گوردون ساندلند سفیر آمریکا در اتحادیه اروپا که علیه ترامپ در جریان تحقیقات استهزای وی در مجلس نمایندگان شهادت داده بود و اظهارات تند مبنی بر سوء استفاده ترامپ از قدرت بیان کرده بود، از سمت خود اخراج شد. بر این اساس ساندلند با صدور بیانیه درباره اخراج خود گفت: امروز به من گفته شد که رئیس جمهور قصد دارد فوراً مرا به عنوان سفیر ایالات متحده در اتحادیه اروپا فرا بخواند. این در حالی است که فقط چند ساعت پیش الکساندر ویتمن، متخصص امور اوکراین در شورای امنیت ملی کاخ سفید، نیز به دلیل ادای شهادت علیه ترامپ در تحقیقات استهزا از سمت خود اخراج شده بود. موج انتقامجوی ترامپ از شهادت دهندگان علیه خود در استهزا در حال انجام میگیرد که هنوز 48 ساعت هم از تبرئه شدن وی در مجلس نمایندگان آمریکا از دو بند اتهامی در پرونده استهزا نگذشته است. مجلس سنای آمریکا بامداد روز پنج شنبه 6 فوریه رایگیری نهایی خود را درباره پرونده استهزا ترامپ را برگزار کرد و سناتورهای آمریکایی در نهایت رئیس جمهور آمریکا را تبرئه کردند. از آنجایی که اکثریت کرسی‌های مجلس سنای آمریکا را جمهوری خواهان به عنوان هم حزبی‌های ترامپ در اختیار دارند، این رای دور از انتظار نبود. در پی افشای مکالمه جنجالی ترامپ و همتای اوکراینی او در روز 24 سپتامبر سال گذشته، نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا آغاز تحقیقات درباره این رسوایی که به اوکراین گید مشهور شده بود اعلام کرد. ترامپ پس از بیل کلینتون و اندرو جانسون سومین رئیس جمهور آمریکا است که طرح استهزا در مجلس نمایندگان تصویب می شود. تشکر از توجهتان. تا ویدیوهای دیگر، الان نگهدار.